این مظاهره کنندگان حامی فلسطینی ها تلاش زیاد کردند ولی نتوانستند که حمایت کامل حرس از اسرائیل را تغییر دهند. کامل حرس در سخنرانی خود با کنونسیون ملی حزب دموکرات که در آن نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری را پذیرفت با وجود تاکید بر حقوق فلسطینی ها حمایت خود از اسرائیل را با وضوح ابراز کرد. من و رئیس جمهور بایدن تلاش میکنیم تا جنگ کنونی طور به پایان برسد که در نتیجه آن اسرائیل مسئول باشد و گروگان ها آزاد شوند درد و مشقت در غزه پایان یابد و فلسطینی ها حق کرامت، امنیت، آزادی و تعیین سرنوشت خود را داشته باشند. تقاضاها مبنی بر وضع ممنوعیت بر ارسال تسلیحات به اسرائیل مورد توجه قرار نگرفت. کنونسیون ملی دموکرات ها بر حمایت از اسرائیل توافق نامه آتش بس برای آزادی گروگانان و پالیسی دو دولت مستقل فلسطین و اسرائیل متحد شد. گرچه هریس هرس خاطر حفاظت جان فلسطینی ها صدای رساتر داشته است، اما دستیاران سابق و فیلی او گویند که فکر نمی کنند که پالیسی او در قبال اسرائیل متفاوت تر از پالیسی رئیس جمهور جو بایدن باشد. در مجلس سنا من مشاور امنیت ملی او بودم میدانم که کامل هرس یک حامی سرسخت روابط امریکا و اسرائیل می باشد زیرا این موضوع به سود امنیت ملی ما است نظر سنجی ها نشان می دهد که یک تعداد فضاینده امریکایی ها از رهبران خود می خواهند تا حمایت از اسرائیل را کاهش دهند ولی سیاست خارجی فراتر از نظر سنجی های عامه تعیین می شود در جریان کنونسیون ملی حزب دموکرات 270 نماینده خواستار این بودند که در صورت برنده شدن کامل حرس در انتخابات او باید کمک به با اسرائیل را مشروط بسازد. این حرکت از جانب سیتن از نمایندگان غیر متحد راه اندازی شده بود که از دادن رای به کامل حرس خودداری کردند. با وجود آنکه این تعداد کمتر از یک درصد این مجمع را تشکیل می دهد و خانم هرس نیز با اتفاق آرا نامزد حزب برگزیده شد ولی این تعداد کوچک نمایندگان می گویند که ناامید نیستند. من دریافتم که تعداد زیادی از مردم در ارتباط به این موضوع با ما هستند ولی دانند که از کجاش آغاز کنند یا چگونه در این حرکت سهم بگیرند احساس می کنم که یک پیشرفت عالی داشته ایم. غزه موضوعی است که دموکرات بر آن اتفاق نظر ندارند در این گرد همایی نمایندگان طرفدار فلسطینی ها خرسند نبودند زیرا به سخنرانان آنان تنها در حاشیه این کنونسیون فرصت سخنرانی داده شده بود در حالی که با والدین یک تن از امریکایی هایی که توسط حماس گروگان گرفته شده است فرصت داده شده بود تا در گرد همایی عمومی این کنونسیون سخنرانی کنند نمایندگان طرفدار اسرائیل میگویند که این موضوع نباید باعث انقسام درونی حزب شود ما همه در مورد غیر نظامیان غزه نگران هستیم ولی در مورد مردم اسرائیل و امنیت و مسئولیت آنها نیز نگرانیم با باور متخصصان جنبش های اجتماعی مبادل شدن خواست معترضان به پالیسی زمانگیر می باشد و جنبش ملی رای دهندگان غیر متحد می گوید که بد تلاش خود ادامه می دهد. هدف ما این نیست که حزب دموکرات را ترک کنیم بلکه خواستار متحول کردن این حزب و گوش دادن به حامیان اصلی آن هستیم. با وجود آن که در کنونسیون ملی حزب دموکرات هیچ یک از خواستهای نمایندگان طرفدار فلسطینی ها برآورده نشد ولی میگویند مصممند که برای برآورده شدن آرمان های خود تلاش کنند